خب پنجره بعدی ادیتور ریپورت یک هست و این پنجره رو مورد بررسی قرار میدم و از تعداد زیادی گزینه ها، پارامترها و موارد بصری تشکیل شده که توضیح میدم گزینه های بصری. از سمت چپ به راست یک لیست از ادیتور کامرا که به صورت پیش‌فرض دوربین صحنه رو برای ما نشون میده و اگر بر روی این مثبت کلیک کنم در واقع یک پلیر دامی که یک دوربین پلیر هست برای ما اضافه میشه. در اینجا مشاهده میکنید در پنجره World Notes. اگر دوباره کلیک کنم پلیر دامی اندرلاین یک برای ما نشون میده که البته تعداد این دوربین ها افزایش پیدا میکنه. البته من بر روی پلیر دمی کلیک کنم، شیفت رو نگه میدارم و آخرین دوربین پلیر دمی دو رو انتخاب کنم، دکمه دلت بر روی صفحه کلید میزنم و اینجا میبینید که لیست دوربین ها به روز رسانی شد. فعلا به پلیر دمی کاری ندارم. خب بر روی پیچ سفید رنگ کلیک کنید. تنظیمات دوربین در اینجا هست و شامل گزینه هایی هستش که در اینجا میتونید با این پارامترها کار کنید و دوربین صحنه میتونه طبق این پارامترها تغییر کنیم. مثلا عدد 90 رو وارد میکنم 90 درجه و نمای بیشتری از صحنه رو خواهیم دید و از عدد 120 رو وارد کنم بیشتر میشه و نمای بیشتری رو خواهیم دید. عدد 60 عدد پیشفرضی هستش و در اینجا دو صفحه وجود داره، صفحه‌ای که در حقیقت 1/10 هست و صفحه نزدیک به صفحه جلوی دوربین هست به این صورت که مقدار 1/10 هست و اینجا هم صفحه دوری هستش که دوربین تا چه فاصله ای بتونه حالا آبجکت ها رو باش نشون بدیم و بتونیم بر روی این آبجکت ها کار کنیم. و به این صورت تا 15 متر قابل دیدن هست و البته مقدار پیشفرض عدد فکر میکنم 100,000 هست، بله 100,000 متر هست و به این صورت در واقع صفحه جلو و صفحه دور از دوربین صحنه رو میتونید تغییر بدید. دکمه اوکی رو میزنم، در هر صورت تغییرات رو انجام بدید و دکمه اوکی و تایید رو بزنید. بعضی مواقع میبینید که در صحنه نوری وجود نداره و صحنه تاریک است. برای طراحی مرحله و طراحی صحنه یا مپ ما میتونیم از چراغ قوه خود دوربین صحنه استفاده کنیم و در واقع صحنه رو برای ما روشن میکنه. حالا میتونیم شدت نور رو افزایش بدیم و همچنین حالا پارامتر دیگر که مقدار پیشفرض عدد 1 هست و اینجا هم شعاعی که نور در اون شعاع تابانده می شود 300 متر خواهد بود و اینجا هم خب نمای محدوده این نور در قالب 160 خواهد بود. خب میتونیم در واقع چراغ قوه رو فعال و غیر فعال کنیم.
بخش بعدی در رابطه با طراحی صحنه و نمای ویپورت هلپرها هستند که هلپرها شامل گزینه‌های متفاوتی هستند، مثلا برای اینکه FPS یا تعداد فریم در ثانیه رو ببینیم و ببینیم تعداد فریم ها در ثانیه چقدر هست، میتونیم FPS رو فعال و غیر فعال کنیم. همچنین جعبه محورهای مختصات رو هم میتونیم در واقع فعال و غیر فعال کنیم، به این صورت نمایش پیدا کنه، یا اگر بهش نیازی نداریم غیر فعال کنیم، به این صورت هم و پنهان کنیم. خب وایر فریم هم در واقع میتونیم به این صورت فعال کنیم و متوجه بشیم که صحنه دارای تعداد مثلث‌های متفاوتی هستش که خب می‌بینید که این حجم کروی هم از مثلث‌ها تشکیل شده و این رو هم در چند درس قبل عرض کردم خدمت شما که حتی اشیاء کروی هم از مثلث‌ها و چنزلی‌ها تشکیل شده و این یک مثال واضح هست که از طریق هلپر وایر فریم در واقع ما میتونیم مثلث ها رو، تعداد مثلث های صحنه رو مشاهده کنیم. اینجا هم البته سیزه هست که به ما کمک میکنه تکه هایی از مدل های سه بعدی رو در کادرهای مستطیلی مشاهده کنیم با استفاده از گزینه سیزه که میتونیم فعال و غیر فعال کنیم. اسپیشال هم در واقع فضای سه بعدی مپ رو برای ما نشون میده که این فضا از چه قطعاتی، از چه بخشایی تشکیل شده میتونیم مشاهده کنیم. خب و شادو کسکیت هم به همین صورت میتونیم دکال ها رو در واقع مشاهده کنیم و آلفا تست ها. مثلا من به مرحله لول 0.1 میرم ما میتونیم آلفا تست ها رو هم ببینیم که درختان در واقع و گیاهان از آلفا تست ها تشکیل شدن. به این صورت در قالب مثلث های قرمز رنگ میتونید مشاهده کنید آلفا تست بود. و برای ترانس پرنت هم البته در اینجا میتونیم به این صورت فعال کنیم. خب پارتیکل سیستم ها شامل اشیاء یا نوت های ترانس پرنت هستن، شیشه ها هم همینطور. و حالا نقشه برداری سطح زمین هم در واقع با استفاده از این گزینه قابل مشاهده هست. اوکالیژن کوئری ها هم همینطور با استفاده از این در واقع گزینه میتونیم اوکالیژن کوئری ها رو مشاهده کنیم. به این صورت اینجا هم اوکالیدر ها رو داریم. اوکالیدر ها که به ما کمک میکنن مثلث های اضافی که باعث میشه فریم ریت رو کاهش میدن از بافر حذف کنیم و تعداد مثلث های مفید در مرحله رو ببینیم. همچنین رندر تکسچر ها هم در اینجا قابل مشاهده هست و در واقع گزینه های دیگری هم هستن، مثلا برای کاراکترهای سه‌بعدی یا
یا قهرمان داستان یا پلیرها که شامل ساختارهای ریگ و بون هستن، میتونیم در حقیقت ساختارها رو ببینیم، مشاهده کنیم به صورت با فعال کردن و غیر فعال کردن این گزینه. همچنین مثلا شیء ای که مثلا همین فضاپیما رو فعال کردیم، ما میتونیم اطلاعات مربوط به این فضاپیما یا این مدل مثلا با انتخاب شیء یا نود اطلاعات رو به این صورت به دست بیاریم. مثلا اینجا من این جعبه انرژی رو انتخاب میکنم، میبینید که اطلاعاتی بر روی صفحه نمایش نشان داده میشه. خب آبجکت از نوع استاتیک اسمش باکس انرژی هست، مسیر مدل سه‌بعدی هم داخل پوشه و این فایل اسم فایل جعبه انرژی هست، سطحش به صورت باکس هست، متریالش اسمش باکس انرژی هست، از 12 مثلث تشکیل شده، ترنگلهاش 12 مثلث و مختصات مرکز این جعبه هم به این صورت شعاعش 18 متر هست و اونجا هم فاصله در واقع نسبت فاصله دوربین صحنه به این شی 8.2 خورده ای هست. مثلا این عدد کاهش پیدا میکنه اگر به جلو برن، اینجا به عدد 13.221 هزارم تغییر میکنه فاصله دوربین از شی. البته بر روی صفحه کلید هم میتونیم دکمه آی رو بزنیم و این اطلاعات نشان داده بشه، یا از طریق هلپرز اینجا سلکت نوت اینفو رو فعال یا غیر فعال کنیم و اطلاعاتش رو از طریق هلپر مشاهده کنیم. به این صورت میتونیم مشاهده کنیم و حالا در صورت نیاز نشان داده بشه یا پنهان کنیم. بونس ها هم عرض کردم که کاراکترهای سه‌بعدی داخل بازی که قهرمان های داستان هستند یا دشمنان هستند یا ربات های دوست هستند، رو در واقع میتونیم ساختار اسکلتیشون رو ببینیم. آبجکت هایی که حالا در واقع میخواییم فریم هاش رو ببینیم، همین مثلا دقت کنید، اینجا میبینید از همین مکعب که در اینجا نشان داده شده از مثلث های تشکیل شده، این مثلث های سبز رنگ رو عرض میکنم. خب یا مثلا بر روی این شیلد محافظ پلیر حالا کلیک میکنم، اینجا هم در واقع میبینید که مثلث هاش قابل مشاهده هست با استفاده از آبجکت وایر فریم، یعنی آبجکت رو انتخاب کنید و مثلث ها یا وایر فریمش رو، چند ضلعی هاش رو میتونید به این صورت مشاهده کنید. و البته اینجا هم Landscape Train DTS Stream هست که یک بحث جداگانه هستید برای عوارض زمین و حالا برای Voxel Prop Visualize و برای Landscape حالا اینجا هم در واقع میتونیم تفکیک هایی رو داشته باشیم و برای فیزیک هم بریم روی مرحله مربوطه که چند شیء و چند نود وجود دارن و اشیاء فیزیکی هستن. منظورم اشیاء فیزیکی رفتار معادلات فیزیک نیوتونی رو در واقع میتونن از خودشون بروز بدن، رفتارهاشون فیزیک نیوتونی هست. و اینجا هم خب میبینید اشیایی که حالا به صورت
حالا جاذبه در اینجا بهشون اختصاص دادیم و حالا غیره، مثلا میتونیم شیپ ها اشکال فیزیک نیوتونی رو که بهش اختصاص دادیم رو میتونیم در اینجا با استفاده از این گزینه هلپر، گزینه هلپر فیزیکس شیپ ها فعال و غیر فعال کنیم. البته اتصالات و کانتکت ها هم وجود دارن، ولی خب در این مرحله و مرحله دیگه این اتصالات وجود نداره، ولی برای تفکیک و نمایش اشیاء یا نوت های فیزیک که شامل اشکال، اتصالات و کانتکت ها هستن میتونیم به این صورت این اشیاء رو برای اینکه حالت هلپر هست، یاری دهنده ما هستن، این گزینه ها رو فعال کنیم و از اطلاعات و مواردی که این گزینه ها در اختیار ما قرار میدن کمال استفاده رو ببریم. خب اینجا مثلا من میام روی create و بخش logic world trigger رو اضافه میکنم. دقت کنید این شی در اینجا یه آیکون داره و این آیکون در واقع و اشیاء دیگر آیکون هایی دارن که البته مشخص میکنن نوع این شی چیست و حالا بازم حالا آیکون هایی دارم و اینجا ما میتونیم این آیکون ها رو در واقع به صورت میتونیم این آیکون ها رو بزرگ یا کوچیک کنیم. مثلا همین آیکون رو در نظر بگیرید و اینجا من میتونم در واقع آیکون رو بزرگ یا کوچک کنم. آیکونی که گیزموز در آنجا قرار گرفته و منظورم گیزموز همون محورهای مختصات X, Y و Z هست و مرکز این محورها یا مرکز گیزموز آیکون قرار داره و من میتونم این آیکون ها رو بزرگ کنم یا به صورت سه بعدی باشه، حالا بستگی به انتخاب شما هست، این دو بعدی است، این به صورت سه بعدی است و بزرگ میکنم و حالا اینجا هم مثلا آیکون دیگری وجود داره، به این صورت گیزموز ها هم در واقع بزرگ میشن. حالا من برای هلپر کلیک میکنم، کوچکتر و تا این حد مناسب هست و حالا فاصله نمایش این آیکون ها رو هم میتونیم به این صورت تنظیم کنیم. مثلا اینجا آیکون Visibility Distance 5.3 متر هست، میتونیم کم یا زیاد کنیم و برای مثلا همین آیکون که در اینجا مشاهده میکنید Bold Trigger اینجا این آیکون، این آیکون خب ما میتونیم حالا دستبندی های مختلفی داشته باشیم که آیا این آیکون ها نشان داده بشوند یا نه. اینجا من باید تریگر رو پیدا کنم در بخش وول و اینجا میبینید که آیکون های تریگر دیگر نشان داده نمیشن و اگر بر روی این گزینه کلیک کنم آیکون های مربوط به تریگر نمایش داده میشوند. مثال بعدی مثلا مربوط به نورها هست، آیا نورهای مینی نمایش داده شوند؟ آیکون مربوط به این نورها مثلا برای مینی create light و مینی رو انتخاب میکنم، مثلا هم که در واقع اینجا یه آیکون داره، این آیکون به صورت لامپ هست،
این لامپ زرد رنگی که در اینجا میبینید و با استفاده از هلپر آیا میخواهید خمینی لایت ها نمایش داده شما ببینید اینجا آیکون مربوط به خمینی لایت برداشته میشه. یه فقط دو مثال بود برای مثلا سیستم آب و هوا یا امواج ساحل، ساحل هم همینطور، و برای صداها هم خب میتونید آیا آیکون مربوط به صداها در مرحله نشان داده بشود یا نه، بخش صدا مثلا بخش هوش در واقع مصنوعی، مثلا مش مربوط به هوش مصنوعی، برای obstacles ها هم همینطور، برای پلیر هم همینطور. بستگی به شما داره که چه آیکون هایی بر روی صحنه نشان داده بشود یا نه، که اینجا من لایت و وال تریگر رو بررسی کردم، آیکون مربوط به وال تریگر و اومینی لایت رو، که این آیکون ها همه آیکون های اومینی لایت یا همه آیکون های وال تریگر بر روی صحنه نشان داده بشوند یا نه. ولی خب بذارید این آیکون ها نشان داده بشن، بذارید وجود داشته باشن، شما میتونید در واقع این آیکون ها رو ببینید و بر روی این آیکون ها وقتی کلیک میکنید شی و یا نوت مورد نظر انتخاب میشن. و بخش هلپرز بخش کمک کننده به طراح بازی هست و تعدادی از این گزینه ها رو مورد بررسی قرار دادیم.